Okay, Rabbatai, have a nice, great day. داشتیم راجع به علاقه‌ایم پسخ که صحبت میکنیم گفتیم که هر کسی مینهاگیمی که داره را حفظ بکنه از نظر کتنیوت، حبوبات، چه چیزهایی که میخوردن، نمیخوردن ولی گفتیم ریلی مقاردیم برای سفارانی ها خوردن برنج و انواع حبوبات برای پسخ مجازه و اینجا از نظر مینهاگ هم میدونیم همیشه طبق مینهاگ شوهر میرن اگه مثلا فرض کنیم شیرازی با تهمونی ازدواج کرد چون شیرازی مثلا لوبیا قرمز نمیخورن خانمش هم باید چیز کنه که یه لوبیا قرمز نخوره ولی مثلا دختر شیرازی با پسر تهرونی ازدواج کرد تهرونی هم همه حبوبات رو میخورن خامه سنی نمیخورن اونجا هم باز همیشه طبق منهاگ شوهر میرن همینطور هم اشکنازی با سفارادی یا اشکنازی ها با سفارادی ها اگه ازدواج بکنن اونجا هم چکار میکنیم؟ اینجا هم طبق هلاخای شوهر میدن بنابراین مثلا سفارادی ها هنی سوال اشکنازی رو تو بشه ببیتم ارز اگه دختر سفارادی با یک شوهر اشکنازی رو دارت میکنه That's it دیگه موعد نمیتونه نه برنج بپزه و نه حبوبات right. ولی اگر اومد خونه باباش برای موعد اون وقت میتونه اونجا یواشکی بخوره اگه مثلا میتونه اومد خونه باباش میتونه اونجا مثلا برنج بخوره و حبوبات بخوره ولی تو خونه شوهرش باید چی کار بکنه همه چی هم و اینجا حلاخه که ما میگیم اتفاقا تو این یوتیوب بعد یه سوال کردن ما بیسیکلی طبق رابع بدی ها میریم کتابی که من اینجا استفاده میکنم کتاب خگ پسخ به حلاخه و بغداداست تعلیف هراب ناقی از تلمیدیم رابع بدی ها زخر صندوق دوش لیبراخا اوریخ اگر اشکنازی هم میتریخ از سفارادی اگه اشکنازی میاد خونه ما دعوتش میکنیم برای پسخ نمیتونه البته برنج و اینا بخوره ولی رشای نخورت هم مرخانه میشونید و شروع به سیریم ولی ظرفای ما واسه اون طرف نیست ظرفای ما که ما توش مثلا برنج رو میتونه براش غذای غیر یعنی مثلا گوش سوی زمینی هر چیز درست کنید تو همون ظرفای مودی خودمون که توش مثلا برنج رو پختیم و میتونه نوش جان بکنیم ما همه با همدیگه اسرائیل یکی هستیم خوبه که با همدیگه رفت آمد هم داشته باشیم و البته برنج رو باید در هر صورت میفرمایند همین هاگ لیودوک اتا اورز شلوش با همین بیتونه لیو ربا باید با توجه کامل سه مرتبه راید چیزا باید برنج رو باید چک بکنن و میفرمایند که اینا جایی که هم چک میکنه بقیل بچه ها نباشه که انواع خامت ها دستشونه که میکشور بکنیم که we are gonna do a good job و میفرمایند راجبه مطلع اشیرا یعنی مسای پولدارا یعنی مسا منظور چیه؟ موتار لانوش و لیفوت او گود مطسا اشیرا یعنی میشه با مطسا اشیرا یعنی با مطسامیل درست بکنن بگیرن مطسامیل آرد مطسا و با نمیدونم با جوس با گریپ جوس با مثلا با گریپ جوس با اپل جوس اینجور چیزا و بیان باش شیرین درست بکنن و یا مثلا یا اگ مطسا درست بکنن با عسل نمیدونم با شیر اتسترا بدون هیچ آب و بنابراین اینها را ما میتونیم و این میدونیم که چیز نمیشه این دیگه خامس نمیشه آبه که خامس میکنه ولی مثلا پیور نمیدونم اگه تخمرغ یا گریپ یا مثلا آب میبونه میکنه اینها تخمیرش نمیکنه البته همچون ماران چون کانه رو پسکیل میکنه رایت اون پاشود چه تاریخ بزرز هیرود و روبان و میفرماید که اینجا این برای ما سفارادی ها مجازه بعضی ها مخمیر هستن ولی اگمسا برای ما مجازه البته کسی ما اصلا شمورا میخواد بخور تمام موعد I don't think there is اگمسایی که با مطسا شمورا درست بکنن ولی از نظر چی مثل سفارادی ها it's okay اگمسا و برخاش مزونوته و باش یوتسه نمیشین ولی اشکنازی ها مخمیر هستن بعضی از سفارادی ها مخمیر هستن مینهاگ بین اشکناز شروع لفون مطسا اشیرا رک یعنی نگاه کنید از واسه فرض کنیم این مطسا اشیرا اگ مطسایی که میفروشن روش نوشته که این که ما پختیم فقط برای کیه؟ برای خله و زاغن برای پیر و مریض هاست رایت این طبق رماس طبق اشکنازی که مخمیر هستن ولی برای سفارادی ها مطسا اشیرا آدم سالم هم میتونه مزونت بگه و بخوره و این هم میشود و عرض شد که بعضی از پسکم سفاری هم مخمیر هستن و میفرمایند که اینجا خانویوت توی راجب مغازه ها هموخر به خانوتو اوگود مطسا اشیرا یه شدو لیتروت مدعاش به نشکناز نمیخونیم
کسی مثلا این بقالیه که داره چیز سفارادی مثلا مارکت ها که میفروشن اینجا میگه که باید ساین بزنن که بگن مطسا عشیرا برای اشکنازی ها مثلا همشون خوب نیست فقط برای مریضا این هاست البته الان دیگه رو خود چیزا نوشته دیگه لازم نیست مغازه بیاد ساین بزنه رو هر باکس مطسا عشیرا این چیز رما رو نوشتن که این جدن این چیز درست کردن برای سفارادی های توکی و اولسو برای اشکنازی هایی که برای چه بسه بچه های کوچیکشون یاد کنیم و زغنیم So be aware of that و یک نکته هم راجع به فلسفه پسخ خبان لوتو و میدونیم زوهر اقادوش میفرماید تو پارشت تصوه شاخیلت منصا به شیبتی من پسخی رفوال نفش زوهر میفرماید که هفت روز مسا خوردن شفای نشاماست رفوال نفش خامت شکل شانه نخول قلقله و میگن انقدر نشامای ما جلا پیدا میکنه زوهر اقادوش میگه با هفت روز مسا خوردن یا تو خود را از هشت روز باید اینجا بیشتر زور بزنیم هشت روز مسا که خامت تمام سال نمیتونه دیگه خرابش بکنه خامت مضره برای نشاما ولی وقتی که ما پسخ فقط مسا میکنیم زوهر اقادوش میفرماید چیکار میشون یعنی جدید نشاما به صلاح سکاچ گارد میگیره برای تمام سال خامت روش اثر سو نذاره چه عجب اینه بیدونیم که ساخو چو به ربه میفرماید که این موضوع هفت روز یا هشت روز چون رمبام تو هلاخای شبوعت قسم بی خود نخوردن رمبام میفرماید که اگه نفرماید قسم میخوره که میگه که هفت روز میخواد غذا نخوره میشه ایمپاسیبل کتکش میزنیم قسم بی خودی خورده و میتونه بخوره چرا؟ چون رمبا میفرماید غذایی که آدم میخوره تا هفت روز تو سیستمش بیشتر از هفت روز سیستمش نمیخوره مثل اگه داره قسم میخوره که نمیخوره داره شوات شب قسم بی خوده چی یاد میگیریم از رمبا؟ که خامتی که ما میخوریم تا هفت روز هنوز رزیدوش و اینا تو وجود ما هست بنابراین ما وقتی هشت روز یا هفت روز هشت روز تو پسخ خامت نمیخوریم بدنمون کاملا تمیز سازی میشه از خامت یعنی خامت کاملا از سیستم میره بیرون اون مسایی که خوردیم میاد چکار میکنه مسایی میاد جایگزینش میشه و تمام سال ما مسئول خواهیم بود از خامت که مظهر یتراره است ربی خننیا بن اغشیا عمر راتسا نقادش بارو خود زکانت اسرائیل فیخاخ ایربال هم تورا میتسوت شنه مرا